با درود فراوان خدمت شما، بار دیگه با برنامه دیگه در خدمتون هستم. در این برنامه بحث طرز ساخت لوسیون طبیعی رو در خونه برای شما میخوام بگم، چند تا فرمولاسیون براتون هدیه بهتون بدم که انشالله ازش استفاده بکنید. میریم به ادامه. عزیزان، لوسیون در واقع یک ماده مایع مانند هست، یعنی مایع هست، شله، و از دو تا فاز آبی و روغنی تشکیل شده. قدرت جذب و نفوذش فوق‌العاده سریعه و معمولا به عنوان آبرسان، به عنوان ضد خشکی پوست، به عنوان روشن کننده، ضد چین و چروک و مواد مؤثره‌ای که در داخلش هست در هر فرمولاسیون متفاوته، میتونه اثر بخشی خاص داشته باشه. از نظر آنالیز لوسیون، لوسیون از یک فاز روغنی تشکیل شده، از یک فاز آبی تشکیل شده. داخل لوسیون ها معمولا از مواد ویتامینی درست شده و نهایتا دارای اسانس و عطر هست که خود این اسانس و عطر هم عطر خیلی خوبی رو داره و هم مواد مؤثره دیگری رو هم میتونه داشته باشه. اولین اینکه شما باید اینها رو کامل با هم دیگه چی مخلوط بکنید. اولین فرمولاسیونی که بهتون هدیه میدم برای صورت هست. شما یک قاشق غذاخوری روغن جوجوبا رو با 15 قاشق غذاخوری گلاب و یک کپسول ویتامین ای میشکنید داخل اون محلول و مخلوطش میکنید. در واقع این فرمولاسیون برای صورت فوق‌العاده عالیه. میتونید این معجون رو بریزید توی شیشه اسپری کنید رو صورت، روزی 5 بار 10 بار پاف کنید روی صورتتون و ملایم ماساژ بدید. به شدت ضد خشکی پوست، به شدت ضد چین و چروک هست. ویتامین ای یا توکوفرول در واقع به عنوان آنتی اکسیدان فوق‌العاده قوی هم برای این فرمولاسیونی که درست کردید خیلی عالیه و از تجزیهش به راحتی جلوگیری میکنه و هم برای پوست، یعنی ضد آلرژی حساسیت و ضد چین و چروک خیلی خوبی هم محسوب میشه. فرمولاسیون دوم برای بدن براتون دادم که این به شدت آرام بخشه، به شدت عرضم به خدمت شما روشن کننده پوست هست، میتونید ازش استفاده بکنید و تا حدودی هم ضد درد هست به خاطر اسانس نعنایی که در داخلش وجود داره. یه قاشق غذاخوری روغن جوانه گندم، 12 قاشق غذاخوری آب جوشیده سرد شده، یک قطره اسانس نعنا و یک کپسول ویتامین ای میشکنید داخلش، میزه توی اسپری، شیشه اسپری، و نهایتا هر وقت خواستید استفاده کنید باید تکونش بدید شیشه اسپری رو و استفاده بکنید. فرمولاسیون بعدی که تقدیمتون میکنم، توی این فرمولاسیون که برای صورت هست به شدت آرام بخشه، یعنی تو بحث ریلکسیشن با میتونید حتی ماساژ درمانی، ماساژ های صورتی روش انجام بدید. بچه‌ای که تو بحث ماساژ درمانی دارن کار میکنن میتونن این لوسیون رو استفاده بکنن همزمان که دارن ماساژ صورت انجام میدن، استفاده بهینه ازش داشته باشن. به این طریق یک قاشق غذاخوری روغن آووکادو، 15 قاشق غذاخوری آب جوشیده سرد شده که ما اصطلاحاً بهش میگیم آب دیونیزه شده، 2 تا 3 قطره اسانس استخودوس و یک کپسول ویتامین ای رو درش بشکنن، بریزن داخل شیشه اسپری و نهایتاً اسپری کنن و ماساژ رو انجام بدن. فرمولاسیون بعدی که تقدیمتون میکنم فرمولاسیون بسیار بسیار عالی، فرمولاسیون ضد افسردگی هست برای بدن. از طریق بدن جذب میشه رو سلول ها و تأثیر میذاره رو شما. یک قاشق غذاخوری روغن گل سرخ هست، 12 قاشق غذاخوری آب جوشیده سرد شده، نهایتا 2 قطره
اسانس جرانیوم همون شمعدانی عطریه و یک کپسول ویتامین ای که اینا میشکنی داخل هم مخلوط اسپری میکنی روی بدن ماساژ میدی چندین بار در روز، به شدت عالیه برای ریلکسیشن، ضد افسردگی، جوانسازی پوست و روغن گلسه خودش روشن کننده پوست هم هست. اما فرمولاسیون پنجمی که مهندس جاویدی به شما هدیه میکنه برای صورت، این فرمولاسیون برای پوستایی که خشک هست، نیمه خشک و جوش میزنه، به شدت عالیه. روغن کاملیا یا درخت چای، یک قاشق غذاخوری، 15 قاشق غذاخوری، مخلوط عرق همیشه بهار و عرق بید رو مخلوط میکنید. همیشه بهار به خاطر اسانس کالاندولینی که داره و نهایتاً بید به خاطر سالیسیلیک اسیدی که داره، اینها تماما ترکیبات ضد آلرژی و ضد التهاب پوست و ضد جوش هستن. به اضافه یک کپسول ویتامین ای که میشکنید داخلش، نهایتاً میزید تو اسپری و اسپری میکنید روی صورت، به شدت عالی جواب میده. با برنامه های دیگه در خدمتون هستم. جاوید باشید.